کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا می روم؟ آخر ننمایی وطنم. این یه قسمت از شعر مولانا بود که من براتون خوندم. من فکر میکنم هر کدوم از ما برای حداقل یک بارم که شده تو عمرمون این سوالو از خودمون کردیم. اصلا من برای چی آفریده شدم؟ آمدنم به این جهان برای چی بوده؟ و جواب ما به این سوال گاهی اوقات بر اساس وضعیتی هستش که ما توی اون گیر کردیم. من خلق شدم که زجر بکشم. من خلق شدم که تو سری خور باشم. من آفریده شدم که تمام بدبختی های این دنیا رو سر من آوار بشه. من خلق شدم که مدام طعم تلخ شکست رو بچشم. من خلق شدم که بدبخت باشم. من خلق شدم. تو جای این مکس و الان با چه چیزی پر کردی؟ اومدنم بهر چه بود؟ برای چی آفریده شدم؟ قبل از اینکه جلو بریم میخوام چند لحظه با هم دعا کنیم. هر تصویر اشتباه، هر فکری که از اون چیزی که گفته شد، شاید برای خودت این تصویر رو درست کردی، هر دروغی که باور کردی که برای اون خلق شدی، اون رو رها کن، از اون توبه کن. شاید تمام زندگی تو با این باور دروغ سپری کردی یا با یک باور اشتباه که اونو بر خودت پذیرفتی زندگی کردی. اگه جواب تو هم به این سوال یکی از این مواردی بود که گفته شد میخوام الان روی اون جواب خودت خط بکشی، این تعریف خدا برای تو نیست. خدا میخواد ذهن تو رو نو بسازه تا بتونی هدف عالی او رو تشخیص بدی و برای اون هدف عالی که خلق شدی زندگی کنی. ولی در این حال ما توی دنیای واقعی که پر از دردهای واقعی هست زندگی میکنیم. روزگار هر روز چپ و راست به ما سیلی میزنه و چون که شاید ما برای بعضی از این درد و رنجهایی که میکشیم یه جوابی پیدا نکردیم، ممکن ما هم تو این وسوسه قرار بگیریم که همون تعریفایی که گفتم برای خودمون روی خودمون باور کنیم و بذاریم. ولی کلام خدا میگه خدا جهان رو برای خودش آفرید و از همون ابتدای خلقتش، از این خلقت نیکویی که آفریده بود، ابراز رضایت و خوشنودی میکنه. و در کلام خدا در کتاب مکاشفه هم دوباره این کلام اعلام میشه: ای خداوند، خدای ما، تو سزاوار جلال و عزت و قدرتی، زیرا که آفریدگار همه چیز تویی و همه چیز به خواست تو به وجود اومد و به خواست تو آفریده شد. خدا خواست که تو به وجود بیای. خدا تو و منو برای خودش آفرید. آفریده شدی برای یک مشارکت صمیمی با خدا. آفریده شدی تا محبت بی‌نظیر او رو تجربه کنی. آفریده شدی تا او رو جلال بدی. آفریده شدی تا با او زیست کنی. و آفریده شدی برای خوشنودی او. پس اگه اینطوری هست، اگه برای خوشنودی خدا آفریده شدیم، خدا در چه چیزی خوشنود میشه و رضایتشو در چه چیزی ابراز میکنه خداوند؟ در کلام خدا در مزمور 147 آیه 11 اینطوری میگه: خوشنودی خداوند در ترسندگان اوست، در آنان که به محبت او امیدوارند. در آنان که به محبت او امیدوارند. مایه خوشنودی و رضایت خدا کسانی هستند که با تمام قلبشون خدا رو دوست دارند و به محبت او حتی در تاریکترین زمانهای زندگیشون، در سختترین وضعیتهایی که دارن عبور میکنن، به محبت و وفاداری خدا امیدوارن. خدا از ابراز خوشنودی خودش از کسانی که به او وفا دارن ابایی نداره. شاید حقیقتا در یک وضعیت بسیار شکننده و سختی هستی. من به خاطر کوتاهی زمان و وقتی که هست فقط یک آیه از این مزمور 147 رو برای شما خوندم، ولی متن این مزمور
خوشنودی خدا رو از کسی شرح میده که خدا رو پناهگاه خودش و تکیه‌گاه خودش ساخته، نه انسان‌ها، نه قدرت‌ها، بلکه خدایی که بسیار نیرومنده. و اینو در این مزمور ذکر میکنه، خدایی که بسیار نیرومنده. این خدا تکیه‌گاه این شخص ناتوان و دردمند و شکسته هستش. خوشنودی خدا به کسی هستش که با تمام ناتوانیایش به خدای بسیار نیرومند تکیه میکنه و به محبت او امیدواره. من میخوام از زن خدا ترسی در کلام خدا با شما صحبت کنم که هرچند شرح حال او بسیار در کلام خدا خلاصه و کوتاه هستش، ولی خدا او رو برگزید تا چشمان او اولین کسی باشه، جز و اولین کسانی باشه که نظارگر تحقق وعده خدا برای نجات بشریت بود و دهان او از اون چه که نظاره کرده بود بسته نمان. این داستان در انجیل لوقا باب 2 آیات 36 تا 38 گفته شده و من اینو برای شما میخونم. در آنجا نبیه میزیس حنان نام، دختر فنوئیل از قبیله اشیر که بسیار سال خورده بود. حنا پس از 7 سال زناشویی شوهرش را از دست داده بود و تا 84 سالگی بیوه مانده بود. او هیچگاه معبد را ترک نمی کرد، بلکه شبانه روز با روزه و دعا به عبادت مشغول بود. حنا نیز در آن هنگام پیش آمد و خدا را سپاس گفته با همه کسانی که چشم انتظار رهایی اورشلیم بودند درباره عیسی سخن گفت. در آن زمان ازدواج توی سنین جوانی یا نوجوانی خیلی مخصوصا نوجوانی خیلی رایج بود و میتونی تصور کنی حنا هینی که هنوز بسیار جوان بود یک تراژدی بزرگ رو تجربه میکنه. در جوانی بیوگی رو تجربه میکنه. بیوه شدن چه در اون زمان چه در این زمان تجربه راحتی نیستش و از هر بود که بخوای به اون نگاه کنی، حنا از همون سنین خیلی کم حمایت عاطفی، مالی و شریک و تکیه‌گاه زندگیشو از دست داده بود. واقعا این برای یک زن جوان وضعیت راحتی نبود. از هر جهت، از طرف اون چالشایی که به عنوان یک زن جوان با اون روبرو بود و از طرف دیگه بیوه موندنش، ولی حنا انتخاب کرد که با خدا زندگی کنه. حنا صحنهای خانه خدا رو برگزید و به اون پناه برد و انتخاب کرد که به محبت و وفاداری خدا امید داشته باشه. این منو یاد یک آیه از کلام خدا، یک قسمت از کلام خدا میندازه، مزمور 84 که میگه خوشا به حال آنان که در خانه تو ساکنن و همواره تو را می ستاین. خوشا به حال مردمانی که نیرویشان از توست و دلشان در شاهراهای تو، چون از وادی اشکا می گذرن آن را به چشم ساران بدل می سازن و باران پاییزی نیز آن را به آبگیرها می پوشانن. از قوت تا به قوت پیش می روند و هر یک در پیشگاه خدا در صهیون حاضر می شوند. حنا هم حتما از وادی های اشکا گذر کرده بود، اما در سخت‌ترین تجربه زندگیش خدا رو پناهگاه خودش ساخته بود و درماندن در این حضور خدا و با مشارکت با او بود که از قوت تا به قوت پیش رفت و نیروش از خداوند دریافت کرد. و تا حدی که تا زمانی که پیر و سال خورده بود و حتی حاضر نبودش که این مشارکت، این ماندن در حضور خدا رو از دست بده. برای همین نیز خدا وفاداری او و محبتی که به خداوند رو داشت بی پاسخ نگذاشت و حنا این افتخار رو داشت که عیسای نجات دهنده رو ملاقات کنه و نه فقط این، بلکه مبشر این خبر خوش نیز باشه. در کلام خدا کتاب افسوسیان باب 5 آیات 10 و 11 ما رو به چالش میکشه و میگه بسنجید
که مایه خوشنودی خداوند چیست. اگه برای خوشنودی خدا آفریده شدیم، کلام خدا ما رو تشویق به این میکنه که کنجکاو بشیم، بسنجیم، ببینیم، چک کنیم که چه چیزی خدا رو خوشنود میکنه. بسنجید که مایه خوشنودی خدا چیست. در کارهای بی ثمر تاریکی سهیم نشوید، بلکه آنها رو افشا کنید. آیا کنجکاو هستی که بدونی مایه خوشنودی خداوند چیست؟ و کلام خدا در کتاب عبرانیان اینطور میگه خدا ما رو به هر چیز نیکو مجهز میکنه تا اراده او رو انجام بدیم. هر آنچه که مایه خوشنودی او هستش، خدا به ما این قدرت و قوت رو میبخشه به واسطه عیسی مسیح که بتونیم اون چیزی رو انجام بدیم که خدا رو خوشنود میسازه. اراده خدا و خوشنودی خدا اینه که تو مقدس باشی، بی عیب در حضور خدا زندگی کنی، خودتو از بی عفتی دور نگه داری و در اعمال اون اعمال ناپاک و شریرانه سهیم و شریک نشی. آفریده شده ای برای خوشنودی خدا، پس بسنج که مایه خوشنودی خداوند چی هست.